بیانیه وزارت خارجه آمریکا. حمله تروریستی علیه کمپ لیبرتی در عراق. واشنگتن، 26 دسامبر 2013. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته بیانیه‌ای درباره حمله موشکی به لیبرتی صادر کرد. در این بیانیه آمده است: ایالات متحده حمله موشکی امروز علیه کمپ لیبرتی را که موجب کشته و مجروح شدن ساکنان شده است، به قوی‌ترین صورت محکوم می‌کند و تسلیت‌های خود را به خانواده‌های شهیدان تقدیم می‌کند. ما برای کسانی که مجروح شده‌اند آرزوی بهبودی سریع می‌کنیم. از لحظه‌ای که ما درباره این حمله مطلع شدیم، با هیئت مساعدت ملل متحد، یونامی و مقامات ارشد عراقی در تماس بوده ایم تا از درمان سریع و فوری مجروحان اطمینان حاصل کنیم. ما به فراخوان خود به دولت عراق ادامه می دهیم تا اقدامات بیشتری از جمله نصب بلادرنگ مواضع حفاظتی مانند سنگرها و تیوالها را برای امن کردن کمپ در برابر خشونت انجام بدهد. ما همچنین به دولت عراق فراخوان می دهیم که به تعهدات خود طبق توافقنامه 25 دسامبر 2011 با ملل متحد پایبند بماند و از دولت عراق می‌خواهیم مرتکبان این جنایت را پیدا و به خاطر این حمله مورد حسابرسی قرار دهد. ایالات متحده به کمک به کمیسر عالی پناهندگی ملل متحد برای انتقال ساکنان به مکان‌های دائمی و امن در خارج از عراق متحد است. ما کشورهای بیشتری را به کمک در این وضعیت اورژانس بشردوستانه برای خوشامدگویی به انتقال ساکنان کمپ مانند آنچه آلبانی در یک سال گذشته انجام داده است و همچنین به مشارکت در صندوق اعتماد ملل متحد برای حمایت از بازسکان ساکنان فرا می‌خوانیم. وزارت خارجه آمریکا از طریق مشاور ارشدش جاناتان واینر به طور فعال درگیر تلاش بین المللی برای انتقال ساکنان به محل امن و ایمن دائمی در سریع ترین زمان ممکن باقی خواهد ماند. کنگره ایالات متحده آمریکا، اطلاعیه قاضی تدپو، رئیس زیرکمیته تروریسم و منع تسلیحات اتمی، محکومیت حمله موشکی به لیبرتی، 26 دسامبر 2013. فراخوان به قطع کمک آمریکا به حکومت عراق تا زمان کیفر یافتن جنایتکاران مسئول این حملات. امروز لیبرتی در عراق مجدداً مورد حمله قرار گرفت. ده ها موشک در این کمپ فرود آمد، 3 نفر را کشت و حداقل 50 تن دیگر را به شدت مجروح کرد. این اتفاقی نیست که این حمله مدت کوتاهی پس از سفر مالکی نخست وزیر عراق به ایران صورت گرفت. تا کنون مالکی این را به طرز دردناکی روشن ساخته که قصد حفاظت از لیبرتی ندارد، زیرا این 4مین حمله موشکی علیه لیبرتی در سال 2013 است. اما هیچ یک از جنایتکاران مورد حسابرسی قرار نگرفتند. زمان آن رسیده که ایالات متحده کمک به حکومت مالکی را تا زمان کیفر یافتن جنایتکارانی که مسئول این حملات هستند متوقف کند. دولت آمریکا باید به جای استمالت از رژیم ایران، وقت خود را صرف تلاش برای تضمین سلامت و امنیت جنگجویان آزادی ایران که در لیبرتی هستند بکند. بیانیه استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. حمله موشکی علیه 3000 پناهنده بی‌دفاع در لیبرتی، 26 دسامبر 2013. در آخرین حمله وحشیانه و برنامه ریزی شده توسط رژیم مالکی که بدون شک به دستور ملاها در تهران صورت گرفته است، دست کم 3 تن کشته و 10ها تن مجروح شدند. ما مکررن هشدار داده ایم
که ضمانت‌های داده شده از سوی حکومت عراق در رابطه با ایمنی پناهندگان کمپ دیورتی نه تنها فاقد ارزشند، بلکه واقعیت امر این است که این شخص مالکی است که در پشت پرده این حملات مکرر و خونین را علیه مخالفان رژیم ایران هدایت می کند. اما دولت‌های غربی برای مماشات با حکومت تهران و رژیم بغداد با بهانه‌های بی‌پایه سعی می‌کنند تا هر گونه احترام به حقوق بشر را قربانی پیشبرد مذاکرات بیهوده در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم ایران بکنند. شرم بر آنها. استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. اطلاعیه کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران: محکومیت حمله موشکی به لیبرتی توسط نمایندگان مجلس این عوام و اعیان بریتانیا. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران که از حمایت اکثریت مجلس عوام و بیش از 200 عضو مجلس اعیان بریتانیا برخوردار است، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روز 26 دسامبر 2013 ساعت 21:15 به وقت محلی، کمپ لیبرتی با ده ها موشک هدف قرار گرفت. این حمله تنها چند ماه پس از این بود که نیروهای عراقی 52 تن از ساکنان اشرف را قتل عام کردند. اینها مخالفان رژیم ایران هستند که مقامات آمریکا به آنها تضمین حفاظت داده اند و کسانی هستند که تحت کنوانسیون 4 ژنو به عنوان افراد حفاظت شده به رسمیت شناخته شدند. امروز محل 7 گروگان روبوده شده توسط مقامات عراقی در حمله اول سپتامبر 2013 همچنان نامعلوم است. به نظر این کمیته اصلا تصادفی نیست که حمله به لیبرتی به فاصله کوتاهی پس از بازگشت نوری مالکی از سفرش به تهران انجام می شود. دولت بریتانیا و کشورهای دیگر عضو سازمان ملل باید بلافاصله این حمله جدید را محکوم کنند. علاوه بر این کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید بلادرنگ کمپ لیبرتی را به عنوان یک کمپ پناهندگی به رسمیت بشناسد و به طور جمعی به همه افراد استاتوی پناهندگی بدهد. لورد کارلایل، حقوقدان ارشد با رتبه مشاورت ملکه، رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا گفت: این کمیته مکررن به دولت بریتانیا و سازمان ملل هشدار داده است که برای جلوگیری از این حملات باید تیم ناظر سازمان ملل در کمپ لیبرتی مستقر شود و دولت بریتانیا باید آشکارا حمایت خود را از این امر ابراز کند. همزمان دولت بریتانیا برای آزادی فوری گروگان‌های ربوده شده از اشرف فراخوان بدهد. کمیته پارلمانی بریتانیا تأکید می‌کند که حمله به لیبرتی و تداوم اعدام‌های روزمره در ایران نتیجه موضع ضعیف جامعه بین‌المللی نسبت به رژیم ایران در ماه‌های اخیر است. کارزار پارلمانی بین‌المللی در دفاع از اشرف و لیبرتی. محکومیت حمله موشکی به لیبرتی. نوری مالکی و رژیم ایران باید در یک دادگاه جنایی بین‌المللی در برابر عدالت قرار گیرند. کارزار پارلمانی بین‌المللی در دفاع از اشرف و لیبرتی، حمله تروریستی انزجارآور به ساکنان بیدفاع لیبرتی که در آن 3 تن کشته و حداقل 50 تن مجروح شدند را محکوم می کند. شرم‌آور است که دولت‌های آمریکا و بریتانیا و سازمان ملل موظفند از این افراد حفاظت کنند، ولی باز هم یک حمله جنایتکارانه دیگر به وقوع می پیوندد. مقامات عراقی با کشتار این گروه از ایرانیان اجرای دستورات رژیم ایران را کماکان ادامه می دهند. ما سازمان ملل را فرا می خوانیم با یک نیروی بین المللی از ساکنان کمپ لیبرتی حفاظت کند. علاوه بر این، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید بلا فاصله استاتوی پناهندگی تمام ساکنان را به طور جمعی به رسمیت بشناسد. به علاوه دولت‌های بریتانیا و آمریکا به عنوان شرکای ائتلاف در جنگ در عراق وظیفه دارند از طریق نیروهای سازمان ملل مطمئن شوند که ساکنان
در برابر حملات دیگر حفاظت می شوند. آمران و عاملان این جنایت نور مالکی نخست وزیر عراق و رژیم ایران که از او حمایت می کند باید در یک دادگاه جنایی بین المللی در برابر عدالت قرار گیرند. برایان بینلی نماینده پارلمان بریتانیا رئیس کارزار پارلمانی بین المللی در دفاع از اشرف و لیبرتی